وزیر راه و شهرسازی میگوید هر کس به دنبال مسکن است به راحتی مسکن در اختیارش قرار خواهد گرفت به گفته وی به اندازه کافی در شهرهای اطراف تهران خانهسازی میشود می شود تا جواب بازار تقاضا را بدهد علی نیکزاد این موضوع را در گفتگویی که در شماره روز پنجشنبه روزنامه جام جم منتشر شده بیان کرده است آقای وزیر علت افزایش قیمت مسکن را عدم یافتن خانه مورد نظر متقاضیان عنوان کرد و نوید داد این موضوع را نیز حل می کند. وزیر راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن را ناشی از نوسانات بازار ارز دانست و تأکید کرد که قیمت ها به حالت قبل برگشته است علی نیکزاد با اشاره به این نکته که باید مراقب نرخ مصالح بود تاکید کرد چنانچه قیمت آهن و سیمان ثابت نگه داشته شود هدفمند کردن یارانه ها بر بخش مسکن اثری نخواهد داشت اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی در حالی بیان می شود که محمود فاطمی معاون وی حدود سه هفته پیش تأثیر هدفمند کردن یارانه ها را بر قیمت مسکن تاکید کرده بود و از افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت مسکن به موجب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داده بود خبر آنلاین نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی yeah با اشاره به رشد 16 تا 22 درصدی قیمت مساله و کارگر ساختمانی این پرسش را مطرح کرده که آیا مسکن گران نمی شود. همین منبع در گزارش جداگانه دیگری ضمن اشاره به رشد 86 درصدی ساخت مسکن در تهران نوشته روند رو به رشد هزینه ساخت و ساز از یک سو و تغییراتی که در بخش تقاضا ایجاد شده از سو دوی دیگر محرکه هایی را ایجاد می کنند که بازار مسکن در سال آینده دوچار هیجان قیمت شود. این در حالی است که روزنامه شرق در شماره روز پنجشنبه خود نوشته فعالان بازار از آغاز رکود دوباره در بازار مسکن خبر میدهند و دلیل اصلی را افزایش دوباره بهای به مسکن عنوان می کنند. به نوشته همین روزنامه بهای ملک به جایی رسیده که خاندار شدن بیش از هر دوران دیگری به رویا تبدیل شده وفا زرباهاری صدای آمریکا.